خورد از پن نرمم استفاده میشه کرد. برای طبیعی کردن کار، هنج دادن به کار، این قسمت باید یه خورده سایه بشه. این صورت خوبه تا اینجا. یه خورده از پن نرمم استفاده کنیم ببینیم چجوریه. قسمت زیر رو این لایه قفل باید کنم. قسمت زیر رو سایه میزنم. سلکشن هنوز فعاله، دیدید؟ چون F3 رو زدم، F3 همین View, Show و Selection Edge که من تعیین کردم. F3 وقتی F3 رو میزنم چی میشه؟ پاک میشه، یعنی پنهان میشه. یک بار نشد درست بگیم. این از این. اینجا هم سایه میزنم. همینطور این سمت دوباره رنگ پایه خورده ترمیم میکنم. حالا یه خورده رنگ تیره تر واسه امبینت ها. ببین امبینت ها رو تقویت کن. فاصله شما از کارم خیلی مهمه، میزان زوم کار. هرچی زومتر باشه خب باید زمان بیشتری بذاری و کاری خورده بیشتر طول میشه. من خیلی پیشنهاد نمیکنم خیلی نزدیک کار کنید چون زیادی زمانتون رو میگیره. اصلا این فاصله خوبه. این لبه ها هم بعدا درست میکنه. این از این. حالا بریم سراغ هایلایت. هایلایت میشه انواع مختلف زد. میشه اصلا یک کپی از این بگیرم نگه دارم. میشه براش رو تعیین کرد روی مثلا کالر داج و اپاسیتی و فلاش رو کم کرد. با این شروع کرد به هایلایت گذاشتن. چرا؟ چون قسمت هایی که تیره هستن رو کار نداره و اذیتشون نمیکنه. اما اگه نرمال باشه چرا؟ خیلی نرم و براشه نرم و همینطور اپاسیتی کم دارم. کم کم خیلی نرم براش میزن. امیدوارم که یه روز بشه آموزش ها حضوری بشن و شما رو از نزدیک ببینیم. زیاد با خودم حرف زدن جذاب نیست.
به همه حجما دقت کن. ببین الان اینا در از حجمن، مثل همه اینا حجمن، ببین همشون دقت کن. این خطوط هم باید درست کنیم، این خورده محفش کنیم لبه هاشو، همه این خورده جالب نیست. اینجا هم چند تا لک میذاریم. این صورت خب میزم رو نرمال، یه خورده بعضی جا خرابکاری شده درست میکنم. پوسیتی فلا زیاد. اینجا زیادی هایلایت خورد، همینطور اینجا. خب فعلا دیسلکتش کردم، میرم سراغ ابزار اسموج و یه خورده اینجا رو چیکار میکنم؟ محو میکنم. آخرین براش لیستم براش اسموج، چیزی که من دارم باش کار میکنم اونه. اگه امبینتا خراب شد با این حرکت دوباره باید تنظیم کرد. دیگه هر جا که لاین داره رو دارم این کار میکنم. به این صورت میرم این براش انتخاب کنم و یه خورده از لاینا رو تقویت میکنم، امبینتا رو. حتما هم نیاز نیست رنگتون تیره تیره باشه، با حتی امبینت با رنگ معمولی هم، یعنی رنگ روشنتر هم میشه اون تضاد حجمی و تمایز حجمی رو رسوند. بعضی جاها باید تیره باشه، مثلا خیلی دیگه تو شکافه مثل این. خوردم رنگ
روشن به چشم اضافه میکنم. این صورت الان فقط موند و توپ دوتا هم تنظیم میکنیم. یه خوردم چهره تیره است، چهره رو روشن کرد. میرم سراغ مو، لایر قفل میکنم و یه رنگ تیره تر انتخاب میکنم و یکی از جاها رو لکه گذاری میکنم. یا هم میتونی از براش مو استفاده کنی، قسمت هیر این اولیه و همین لکه ها رو با همین براش بذاریم مثلا، چون براشش چند تیکه است. این چطوره؟ دومی هم خوبه. قسمت لاین رو جوری پاک دارم میکنم. حالا رنگ سفیدتر. خیلی نرم این کار انجام بدین. قفل رو بردار، بذار مو بزنه بیرون. حجمی به مو نگاه کن، هیچ وقت جور دیگه ای نگاه نکن. فرض کن حجم واقعا یه گله ای از مو و با استراکچر، با تکسچر خطوطی. براش بعضی جا ریستر کن. شبیه امواج دریا. بس نورپردازی هم اگه باشه اون قسمت بالا، چون سقف کار ما هستن نور بیشتر میخوره بهش، پس سفیدتر هم. چند تا شاخ مو هم میذاریم اینجا به این صورت. این قسمت چهره خورده نیاز به روشنسازی داره. خیلی تیره بود دیگه. بریم توپ هم تموم کنیم. توپ مثل کره است، پس مثل کره بهش رنگ میدیم، چون اینجا کنار بدنه سایه میفته روش.
هایلایت میزنیم. مثل کره بکلایت هم بهش میدیم. میشه توپ و توپمون یه خورده احساس میکنم بیزی ماننده. الان کاراکتر ما ولیوش تنظیم شد، حالا باز بعدا درست‌تر میشه کرد. مثل بیاین مثلا چند تا کار روش انجام بدیم، یه کپی ازش میگم که اگه خراب شد نگهش دارم. براش نرم رو مولتیپلای و پیرنش رو بعضی از جاها رو میایم تیره تر میکنیم به این صورت. ببین کنتراست رو زیاد کردم، فرقشو. صورت هم میتونیم همین کار رو بکنیم، قسمت زیر صورت. البته لایه رو یکاش قفل میکردم، قسمت زیر صورت رو تیره تر میکنیم، قسمت گوش، زیر چشم، اینجا ها ایراد نداره تیره بشن، زیر دماغ، بعضی جا زیر مو، دست. مخصوصا پنجه ها، یعنی انگشت ها، پنجه ها گفتم به این ترتیب. حالا یه کپی دیگه ازش میگیرم چون دوست ندارم خراب بشه. کالر داج بهش میدم ببینم. اگه روشن بشه بعضی از جاها چطور میشه؟ خیلی شد در زیاد اینو فیلشو میتونم کم کنم یه ذره که شد. ببین تو این حد خوبه، این دوتا رو با هم یکی میکنم. یه کپی دیگه ازش میگیرم ببینم اوورلی چی کار میکنه. پاک میکنم، همین باشه. حالا میریم سراغ رنگ دهی. تو قسمت بعد رنگ دهی و